هموطنان عزیز پس از حملات سازمان یافته عوامل رژیم به زنان و دختران بیدفاع قلب های تک تک مردم ایران به درد آمده است جنایت موهش اسیدپاشی جامعه ایران را به سطوح آورده و التحاب و برانگیختگی همه شهرها را فرا گرفته زنان و جوانان برای برپای تظاهرات ضد حکومتی و پیوستن به جنبش ملی دفاع از زنان ایران بیتاب و مشتاقند از تهران و اصفهان تا مشهد و رشت و کرمانشاه و تبریز و رومیه و اهواز و سنندج و کرج همه جا یکدیگر را به مشارکت در حرکت های اعتراضی فرا میخوانند آخوندهای حاکم نگران به حرکت درآمدن دانشجویان دانشگاهها و اعتصاب بازاریان هستند این خشم و التهاب هم جانیان اسید پاش و هم حکومتی را که این بربریت را سازمان می دهد هدف قرار داده است این برانگیختگی تمایل قدرتمند عمومی برای کنار زدن رژیم ولایت فقیه را بیان می کند در رژیم دیکتاتوری مطلقی که همه اختیارات از آن ولی فقیه است اسید پاشی نیز تحت فرمان خود او صورت میگیرد. همان همون کسی که در پونزده ماه گذشته دستور حلقاویز هزار جوان ایرانی را داده است و همون کسی که در سهرگاه روز شنبه عمدن ریحانه جباری این دختر قربانی را به بالای چوبه دار فرستاد تا اختناق حاکم هیچ خدشهی بر ندارد با همین هدف آخوندها صد بار فراتر از داعش رفتار وحشیانه ای را که از سه ده پیش در زندان ها و سیاچال ها رایش کرده بودند به خیابان ها حکومتی که نقاب اسلام به چهره زده بود حالا به چنان درجه ای از سقوط و پستی رسیده که به اسید پاشی به چشم و صورت زنان رو آورده است بله این است آخر خط بردگی دینی و بردگی جنسی که اصاره دیانت ولایت فقیه است و حکومتی که سرکوب و شقاوت در داخل ایران و ترور و تخریب در کشورهای منطقه را نشانه قدرت خود معرفی می کرد حالا برای حفظ تعادل خود به کور کردن و سوزاندن دختران معصوم ایران نیازمند شده است راستی چه شاهدی گویاتر از این درباره به پایان رسیدن عمر رژیم الهات فقی اما در مقابل این رژیم زنان و دختران ایران از هزار زن پیشتاز در لیبرتی و از ده ها هزار رزمنده و زنان شجاعی که در نبرد با این رژیم شکنجه شده اند یا به شهادت رسیده الهام می گیرند. فاشیزم دینی هر قدر که خفقان را تشدید کند هر قدر که به دستگیری های کور رو بیاورد از اعتراض ها و مقاومت های فضاینده زنان و جوانان ایران در امان نخواهد بود در اینجا عموم ارگان های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به محکوم کردن این جنایات فرا می خوانم. و به هموطنان به پاخواسته به خصوص دختران و پسرانم در سراسر سر ایران که جنایت ننگین این رژیم را بر سرش آوار کرده اند درود میفرستم درود بر همه شما